میخوایم مرتب کنیم اینا رو، بنابراین اسم پوی پوشهی درست کردم به نام ماجول صرف یک به اصطلاح در چیزهای ناکسمون رو گذاشیم داخلش، به قول معروف تمام کاری که تا الان با ناکس کردیم گذاشیم اینجا. میخوایم یک پروژه دیگه درست بکنیم، یا بعد میگه که برو داخلش، بعد اون رو باز بکن، این رو باز میکنیم دوباره، بعد اینجا میخوام شروع بکنیم کار کردن. بچه ها سه تا چیز ما اینجا درست میکنیم، اینجا من درست میکنم سه تا پوشه. اولیشو میذارم ادمین، یه صفحه ادمین میخوام درست بکنم، یه صفحه دیگه میخوام درست بکنم به نام پست، و یه صفحه دیگه میخوام مثلا درست بکنم به نام اسمشو میذاریم about. خب برای هر صفحه که درست میکنید باید پوشه درست بکنید، بهتر پوشه درست بکنید. حالا این about ما یک فایلی داره به نام index.view، همه اینا برای خودشون یه فایلی دارن به نام index.view. میبینید که هر چی من فایل درست میکنم خودش رندر میکنه. الان میبینید که اصلا بدونی که من کاری انجام بدم about ساخته شده، خب ولی کاری ما داخلش نکردیم داخل about. اگه من بیام مثلا تایپ بکنم view مثل که ما یه چیزی داریم که component view component رو به ما میده، فکر میکنم اینه درسته. اگه من تایپ بکنم div و بعد تایپ بکنم hello، خب این باید داخل about رو به من، این route about رو بر من ساخته باشه. میبینید خیلی سریع برای من میسازه. و این از این، اون شورتکات رو ما احتیاج داریم بچه که خیلی سریع اینا رو میسازه که ما دیگه نریم. ببینم نیو ویو، ما بعد اسکرول کنیم پایین و بعد این رو کلیک بکنیم روش. HTML ویو، پاگ ویو، لنگویج پاگ هم داریم. کمپانی قبلی داشت از پاگ استفاده میکرد بچه ها، اگه نمیدونید احتیاج نداره که در رابطه بدونید. فکر میکنم ما به این احتیاج داریم ایناش. خب این اینجوری میمونه و سعی بکنید یه اسنیپیت برای خودتون درست بکنید به این صورت. من اگه میخواستم اسنیپیت درست بکنم برای خودم به این صورت درست میکردم، به این صورت، و بعد اینجا میگفتم نیم مساوی با مثلا فایلی که ما داشتیم، بعد اینجا میگفتم که لنگ مساوی با scss و بعد scoped، اگه کسی خواست میتونه حذفش بکنه. همین این چیزو من درست میکردم داخل مکرو. میتونید مکرو کنید این رو و ازش استفاده بکنید. یه سری کانتنت همینجوری برای خودم درست بکنیم این about رو، بعد بگیم که ستایل ما اینه که مثلا این بالا هم یه کلاس بهش بدید. بچه هر موقع برای کمپوننت یه کمپوننتی میسازید کلاس میدید، مثلا بهش میگید که about مثلا داش page، بعد این پایین میاد چیکار میکنید این رو about dash مثلا page، اون رو چیکار میکنید؟ تارگت میکنید به این صورت. خب بعد میاد کارایی که دارید اینجا انجام میدید، مثلا میگید که p مثلا تگ پیش باشه justify، میگید که مثلا text align، خب justify مثلا، بعد مثلا میگید که padding بدید بهش، padding مثلا 30 پیکسل. خوبیش اینه که شما نه تنها این اسکوپ میشه برای این کمپوننت، میگه ماژولش پیدا نشد دوباره، مثل که بعد همون ماژول رو نصبش بکنیم لنگویج CSS، چون که من از این استفاده میکنم اینو نصب میکنم. دستورش این بود دیگه، اگه نگاه بکنید اینو کوچیکترش بکنم، میام بالا یارن اد نوت ساس، اینه یارن اد نوت ساس، و بعد ساس لودر، و بعد داش دی که سیو بکنید داخل دیو دیپندنسی، و بعد یارن دیو رو میزنید که این چی بشه، اجرا بشه. بعد چون ما لنگویج ساس رو میخوام، چون اینجوری میتونیم داخلش بریم مثلا بگیم که پی رو داخلش کرد، وگرنه بعد میام اگه ساس نبود من اینجوری مینوشتم، کات میکردم اینو. خب البته اینو بعد میمدم پشت این مینوشتم به این صورت اینجوری، و اینم حذف میکردم. خب بعد دوباره اگه میخواستم یک چیز دیگه ای رو تارگت بکنم، بعد میمدم مثلا میگفتم اسپن، خب به درد نمیخوره. شما میتونید این کار رو انجام بدید، مثلا شما اسپن داشتید بیاد اینجا اضافه کنید تگ اسپن، مثلا یه استایل دیگه میخوام، یه چیز دیگه میخوام اینجا اینجوری میخوام به این صورت. خوبی ساس اینه، و حتی وریبل هم داره براتون، مثلا یک
فایل دیگه دارید وریبلاتون داخل اون می‌نویسید و مثلا میگید که اینجا مثلا به جای 30 پیکسل مثلا میگم که padding 4 مثلا small مثلا اینجوری داخل sass وریبلا رو به این صورت می‌نویسن، داخل list وریبلا رو به این صورت می‌نویسن، at داخل sass با دلار ساین می‌نویسن. باز اگه نمیدونید درسش رو نگاه بکنید دادم. بعد این پی این یکی هم این اینجا رو داره ارور میده. بریم ببینیم مثل که چون من اینجا بازش نکردم به خاطر همون ارور داره میده. بعد برمیگردیم اینجا میبینیم که میریم داخل about ببینیم about همون چی شده. میبینیم که یه سری about داریم اینجا. بعد کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم، کلاس مساوی با title قرار بدیم. حالا یه مقایسه کوچیک من با view رو با react میکنم. ریاکت این کارا رو باید انجام بدید. مثلا به جای کلاس بچه‌ها باید تایپ بکنید کلاس نیم، خب، و استایلاتونو باید ببرید یه فایل دیگه درست بکنید براش. اسکریپتتون هم میتونید همونجا قرار بدید، مثلا کلا جاوا اسکریپت، ولی کدومش قشنگه شما خودتون بگید. فکر می‌کنم ویو خیلی 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 بهتر باشه. بعد بریم داخل پست بچه‌ها. بعد اینجا یک فایل دیگه درست می‌کنیم به نام index.view. اینجا index dot view. خب اینجا من view رو تایپ میکنم، اینجا این رو انتخاب میکنم، template script و style. style من میگم که لنگش مساویه با scss و scoped. خب اینجا میمونه. بعد میام اینجا یک div دیگه درست میکنم، اینه که من save میکنم خودش format میکنم به خاطر prettier هستش، به خاطر همون من به شما گفتم که از prettier استفاده بکنید. اینجا من میگم که post-page اسم هر چی خواستید میتونید بدید که بعد بیاید اینجا چیکار بکنید، استایل بدید بهش، مثلا post-page و اینجا استایل هر چی خواستید میتونید اینجا بدید بهش. بعد میام چیکار میکنیم، اینجا لیستی که داریم ما اینجا انجام بدیم، مثلا render یا میتونیم بگیم که to do render در لیست آف پوستس مثلا. بعد این کار انجام میدیم. این کاری که شما برای کمپوننتس برای که پیج داره درست میکنید سریع این رو انجام میدید. حالا تصورش رو بکنید، شما میتونید از کمپوننت هم استفاده بکنید، پوشه کمپوننت. کمپوننت مثلا یک کمپوننت لوگو دارید، اینا هم استایل های خودش رو میگیرن، ولی اگر اون کمپوننت دوتا کمپوننت استایل های سیم میگیرن شما میتونید استایلش رو داخل پیج بریزید. مثلا من دو تا کمپوننت دارم به نام مثلا لوگو و مثلا لوگو دو، جفتشون هم پوزیشنشون یا جایی که میشینن چپ یا راسته. بعد میام داخل پست اینجا جفتشون رو میتونم تارگت بکنم، یا حتی میتونم خود داخل اون خود کمپوننت پستشون رو پوزیشنشون اپلای بکنم. این باعث میشه که من داخل استم فایل های css که مینویسم خیلی خیلی کمتر بشه. حالا فرض بکنید که این پست میخواید پست خاصی رو نشون بده، این همه پست ها رو به شما نشون میده، درسته؟ فرض بکنید که هر پستی یک آیدی داره. من دو کار میتونم انجام بدم. اولی که یه فایل درست بکنم به نام _id.view که دونه دونه این کار رو انجام بدم، این رو نشون بدم. یعنی که من خودم اصولا این کار انجام نمیدم، من میام یک پوشه دیگه یک پوشه درست میکنم به نام _id و بعد اینو میذارم داخلش، بعد اسمشو میذارم index.view، میگم که index.view. پس این مثل پوشه میمونه. بچه ها همه کارتون رو با پوشه انجام بدید. فایلاتون باید به قول معروف تا جایی که میتونید پسوندشون index.view باشه فایلاتون، و پوشهاتون رو باید اینجا عوض بکنید. این خیلی خیلی خوب هستش. index یعنی این دیفالت اینجا نشون بده. بعد اینجا تایپ میکنم view، میام اینجا برای اینکه وقت خودم و شمارم نگیرم اینو اجرا میکنم. دوباره لنگ اینو میذارم به قول معروف scss و میگم که scoped. بعد میگم که این بالا یه دیوی درست بکنیم که داخل این دیو بیایم پستامون رو نمایش بدیم. مثلا یک کلاس اینجا اسمش رو میذاریم، مثلا میگیم که single post مثلا حالا پیج یا هر چیزی. بعد میگیم که اینجا یه سکشنی درست بکن، سکشن یه تگ HTML دیگه، درسته؟ بعد سکشن ما مثلا یه کلاسی میگیره به اسم مثلا پست. بعد دوباره اینجا مثلا یک تگ H1 داریم با تایتل
مثلا تایتل، بعد میگیم که میایم پایین یک دیو دیگه درست میکنیم مثلا به اسم پست داش دیتیلز. این خیلی دارم این کارا رو سریع انجام میدم برای اینکه درس HTML است. اولا دوم اینکه این کارا رو برای خودتون مارک، اینا رو بهش میگم مارکاپ، باید مارکاپ ها رو خیلی خودتون بتونید راحت انجام بدید. اگه نمیدونید مثلا فرض بکنید که یه پستی داره، داخل این پست یک سکشنی وجود داره، داخل این سکشن یه تایتل وجود داره، بعد پست شما دیتیلزش اینه، بعد مثلا دیتیلزش تموم شد یه کلاس دیگه داریم به اسم مثلا پست مثلا فیدبک یا هر چیزی. معمولا من اینجوری چیز نمی کنم بچا، اینجوری استایل نمیدم. من اینجا مثلا میگم که پست، خب اینجوری، بعد میگم که این سکشن ما هست دیگه پست، خب بعد اینجا میگم که پست کانتنت مثلا، یا اینجا پست رو بالا دارم دیگه. اینجا میگم که کانتنت، بعد سی اس اس من اینجا دیگه تایتل میدم، دیگه پست دیتیل نمیدم، اینجا میگم که دیتیلز و اینجا میگم که فیدبک. چرا؟ نگاه بکنید این پایین اینو بهش میگم به صورت لاراولی. فرض بکنید که ما یک کلاس پست داریم بالا، خب بالا کلاس پستتون رو تارگت کردید، بعد میگید که میخوام برم کانتنت رو تارگت بکنم، بعد البته این دارم داخل اسکریپت می‌نویسم اینو، معذرت بخوام، استایل به این رنگ زیاد عادت دارم، کانتنت اینجا می‌نویسم، بعد دیگه یه دونه تایتل دارم داخل کانتنت. ببینید ما داخل کانتنتیم، خب داخل کانتنت ما تایتل رو تارگت میکنیم یا هدف قرار میدیم، به این صورت تایتل رو تارگت میکنیم. اینجا میتونیم کارامون رو بنویسیم، اینجا میتونیم استایل گلوبال پست رو بنویسیم، بعد اینجا میتونیم مثلا تایتل رو بنویسیم که فعلا خالیه. بعد میام پایین یه دیتیل داریم، این تایتل ماست دیگه. حالا کانتنت، خود کانتنت دیتیل داره و فیدبک. یعنی چی؟ کانتنت ما یه دونه دیتیل داره، خب یه دونه هم فیدبک، به این صورت درسته؟ پس اینجوری باید بنویسید. اینجا میدونید که پسته، بعد اینجا دیگه من بخوام اینجا پست بنویسم دوباره بیام اینجا تایپ بکنم پست، این کارا به نظر من کثیف کاریه، ولی باز بستگی به خودتون داره میتونید چیکار کار انجام بدید. حالا بریم داخل دیتیلز اینجا نوشتم و اینجا همین رو داریم. خب دیتیلز مثلا من میگم که یک دیوی داریم و این داخل دیوهمون مثلا می‌نویسیم که written by parseclick، بعد یه دونه دیو دیگه داریم مثلا اسمشو می‌خوایم بالایی رو مثلا اسمشو می‌خوایم بذاریم که last updated on مثلا July 2020 فعلا. خب بعد فیدبک اینجا میدیم، مثلا یه دونه فیدبک ما یک پاراگراف داره و این پاراگراف ما مثلا میگیم که let me know what you think about my post، به این صورت. خب این حالت کاری که مثلا با شما برای پست میخواد انجام بده، این همش داخل آیدی نشسته. خب اینا رو من اینجا نوشتم ولی از هیچ کدوم اینا استفاده نمی کنم بچه ها. من میام از بولما استفاده میکنم. بولما برای اینکه من وقت خودم و شما رو نگیرم. این about ما هست. خب فرض بکنید که ما میریم داخل پست، حالا با posts داشتیم یا posts داشتیم، این خالیه، هیچی داخلش نیستش. خب چرا؟ چون ایندکس ما اینجا نگاه بکنید خالیه. حالا من اینجا میگم که posts و میام خیلی سریع یک تگ h1 بهش میدم، بعد اینجا تایپ میکنم post. حالا این کلاس رو میذارم title. اینجا درس CSS است، به خاطر همین خیلی سریع این کار رو چیز میکنم میذارم جلو. بعد اگر تایپ میکنم /1، خب این پست رو ما اینجا میگیریم. یه مقدار استایلش چیز هستش، به درد نخور هست و من میام این استایل رو عوضش میکنم، ویدیو رو استاپ میکنم، برمیگردم یه استایل بهش میدیم، برمیگردیم. گفتم که بچه ویدیو رو استاپ میکنم، ولی نگاه بکنید اینجا ما داخل با ما یک آرتیکل داریم، میام اینو با هم دیگه تغییرش میدیم. من اینو پیستش میکنم اینجا. خب بعد میریم ببینیم که اصلا اوضاع به چه صورت داره نمایش میده. این بالا میبینید که داره این رو نشون میده. ما میریم داخل لی اوتمون
داخل دیفالت، بعد اینجا تایپ میکنم کلاس مساوی با کانتینر، خب که امیدوارم که یه پدینگی بهش بده، نمیده. اوکی بذارید اول آرتیکل رو درست بکنیم، بعد کلاس کانتینر رو داخلش اپلای میکنیم. بعد من میام چیکار میکنم، یه دیو دیگه درست میکنم، یه کلاس کالوم نوش میدم برای اینکه این مقدار به ما پدینگ میده. بعد ببینیم به چه صورت اینو برمیگردن. این بهتر شد.